با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، شرمنده از این که یکی دو روزه در حقیقت با تأخیر برنامه رو شروع کردیم. قرار بودش که یک گزارشی رو این بچه هایی که انجمن رهایی جوانان ایران و سازمان سکولار دموکرات های ایران در شهر کل یک نشستی رو در اسلو برگزار کرده بودن روز شنبه که ما اونو پخش کردیم برای شما و شما هم شنیدید، امیدوارم. و قرار بود امروز گزارش رو برای ما بفرستن که ما به جای برنامهشون گزارش رو پخش کنیم. متاسفانه به علت گرفتاری ها و مسائلی که وجود دارد این رو نتونستیم که در اون ساعت معین این برنامه رو پخش کنیم. بهشون قول دادیم که فردا این کار رو خواهیم کرد و فردا وقت بیشتر داریم میتونیم این کار رو براشون انجام بدیم، ولی هفته آینده این دوستان برنامه خودشون رو ادامه خواهند. سعید بیبانی هستم، در 17 روز از 6 ماه، در 14 سال از 3 هزار. خوشحال و خرسند که این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شد. این توضیح رو در مقدمه خدمت درس کردم به خاطر اینکه اون بچه ها در اروپا شاید دیر وقت باشه، خواستم که بشنوم و بدانن که ویدیوشون رو دریافت کردیم، ولی دیر شد دیگه. امیدواریم که فردا این کار رو براشون پخش کنیم و هفته دیگه هم که خودشون تشریف دارند و توضیحات خودشون خواهند. مسابقه فوتبال هم که دیروز بود و همه اهل فوتبال و همه دیگه امروزا متخصص فوتبالن و همه فوتبال رو تجزیه تحلیل میکنن و من چون سوادی در این زمینه ندارم، بنابراین سعی کردم که بذارم فوتبال رو تماشا کنین. خودم از دیدن این مسابقات تا این لحظه محروم بودم، هیچ کدوم از این بازی‌ها رو ندیدم، ولی همجوری جست گریخته توی خبرها خواندم و شنیدم. بعد هم عرضم به حضور شما که یکی از نکات جالب داستان این بودش که گذاشتیم که این فوتباله که تموم شد، بعد از فوتبال بیایم در خدمتون و یک ساعت برنامه مونو انجام بدیم. بنابراین ما با تأخیر دیروز این کار رو انجام دادیم، امروز هم با تأخیر. امیدوارم که فردا بتوانیم که حسب المعمول ساعت، یعنی ساعت 11 صبح که شروع میکنیم با آقای ناصر امینی در پاریس، بعدش خودم در خدمتتون باشم و بعد هم این گزارش رو به عرضت برسنم. نکات مقفوله از یاد رفته زیاد داریم که برات تعریف کنیم، از جمله مسئله مالی ماست که خیلی ما رو در فشار و مضیقه قرار داده و نیازمند کمک هستیم. تو این زمینه احتیاج داریم که کمکمون کنید و این در حقیقت یک پشتوانه است، دلگرمیه، ولی وقتی که این اتفاق نمیفته دیگه خیلی اوضاع رو سخت میکنه. بذار قبل از این که بقیه حرفام رو با شما بزنم، میدونم که خبرها رو دنبال میکنم، یه گزارش با هم دیگه گوش بدیم. ایران درباره بحران عراق خبر داده بود. در این حال دولت آمریکا تاکید دارد که مذاکرات ایران بر سر عراق مشروط خواهد بود و به هیچ عنوان همکاری نظامی میان دو کشور نخواهد بود. مذاکرات به همان گونه با ایران انجام خواهد شد که با سایر کشورهای منطقه. گزارش‌های مبنی بر انجام گفتگوها در جریان دیدار میان گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایرانی با طرف آمریکایی در وین منتشر شده. گفتگوها بیشتر بر سر چه محورهایی است و آیا آمریکا از دولت ایران این درخواست را دارد تا زمینه آشتی میان دولت شیعه عراق با سنی‌ها را فراهم سازد؟ این پرسش را با آقای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در میان گذاشتم. حسن هاشمیان: مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق از امروز و از یه هفته پیش شروع نشده بود، بلکه مذاکرات دو طرف از سال 2010 و بخصوص بعد از اینکه آمریکا تصمیم گرفت از عراق خارج بشه شروع شد و یکی از طرفداران این مذاکرات و ناظر این مذاکرات خود آقای قاسم سلیمانی بود. بنابراین اون وضعی که در عراق پیش آمد با توافق آمریکا و ایران صورت گرفته و
سپس آمریکا در سال 2011 از عراق خارج شدند. الان داعش که آمده و استانهای سنی که قیام کردن به این شکل بر ضد دولت آقای مالکی، در واقع اون وضع توافقی میان ایران و آمریکا را به هم زده. به همین خاطر ایران و آمریکا علی رغم تمام مشکلاتی که الان بین خودشون هست، چه به پرونده هسته‌ای مربوط میشه، چه به تروریسم، چه به حقوق بشر، میخواهند بر سر اون چه که قبلا به توافق رسیدن بار دیگه مذاکره کنن. منتها در حال حاضر شرایط خیلی تغییر پیدا کرده. اون موقع یک شکلی از ساختار دولت جدید در عراق وجود داشت، ارتشی در حال شکل‌گیری بود. الان تجربه نشون داده که نه دولتی وجود داره و نه ارتشی به اون صورت میتونه قد علم کنه در عراق. به همین خاطر آمریکایی‌ها در برابر یه گزینه سخت قرار گرفتن، اینکه آیا با ایران همون همکاری بر حفظ وضع موجود در عراق ادامه بدن یا نه. طبیعتاً الان طرف مقابل مثل عربستان، قطر، کشورهای دیگه هم دارن فشار میارن که آقای مالکی کنار گذاشته بشه. باید دید که در آینده آمریکا به کدام سو میره. منتها اون چه که الان واضحه این که آمریکا در حال حاضر به شکل نظامی و مستقیم نمیتونه دخالت کنه و این میتونه صحنه را به نفع مخالفان مالکی رقم بزنه، ضمن اینکه ایران هم توانایی چندانی برای مواجهه با اونچه که الان داره رخ میده نداره و اگر به طور مستقیم لشکرکشی بکنه داخل عراق، طبیعتاً با واکنش‌های کشورهای منطقه مواجه خواهد شد. به نظر شما آقای هاشمیان در داخل دولت جمهوری اسلامی که برخی از مقامات نیاز به همکاری با آمریکا درباره به گفته اونها موضوع حساس بحران عراق رو رد میکنند، اما برخی دیگه هم معتقدند که از منظر قدرت منطقه‌ای ایران و آمریکا تنها کشورهایی هستند که میتونند بحران رو به صلح برسانند، به آرامش برسونند بحرانی که در سوریه هست، کدام طرف دارای قدرت بیشتری خواهد بود در این راستا؟ نهای مختلف ایران الان تحت عنوان خواستار مذاکره با آمریکا یا همکاری با آمریکا، یا آقای شمخانی میاد حرف برعکسشو میزنه و مخالفت میکنه، این یک جنگ زرگری در داخل قدرت ایرانه. این هیچ ارزش سیاسی نداره. ایران با تمام جناهاش الان در یک مخمصه خیلی گسترده داخل شدن. این مخمصه از عراق گرفته تا لبنان تا یمن تا عراق، که عراق فشار خیلی سختی برای ایران خواهد بود. و همین خاطر نه فقط ایران میخواد همکاری کنه یا تمایل داره که با آمریکا همکاری کنه، بلکه من معتقدم که ایران در حال حاضر داره از آمریکا التماس میکنه که بیاد در عراق و شرایط رو به همون صورتی در بیاره که برای خودشون و مالکی خوب بود. ایران الان پروژه التماس از آمریکا را داره پیش میبره و باید دید آمریکا چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت. در کردستان عراق نوچیروان بارزانی نخست وزیر دولت خودگردان عراق خودمختاری برای مناطق سنی نشین رو راه حل خروج از بحران کنونی حداقل برای این منطقه دونسته. آیا در چنین صورتی این منطقه دیگه با تهدید داعش روبرو نخواهد شد و یا در صورت خودمختاری حتی ممکنه با ضعف بیشتری روبرو بشه و باز هم داعش این منطقه رو تهدید کنه؟ عملکرد داعش آلترناتیو فرایند سیاسی. اگر فرایند سیاسی قوی بشه داعش ضعیف میشه. اگر فرایند سیاسی ضعیف بشه طبیعتاً داعش قوی میشه. اون چه که نخست وزیر منطقه کردستان میگه کاملا درست میگه. میگه که حداقل در این بخش از عراق فرایند سیاسی رو احیا کنید. بذارید مردم اونجا خودشون در مورد مسائل خودشون، آینده خودشون، سرنوشت خودشون، کارهای خودشون تصمیم بگیرن. چرا؟ چون که این میتونه یک رهیافتی باشه که به کل عراق کشیده بشه و عراق رو به شکل دولت فدرالی در بیاره که مناطق مختلف تقریبا خودمختارن اما در دولت مرکزی با هم جمع میشن و این هم به نفع کردستانه، چون که کردستان الان تمام بار دعواهای گروهای دیگه، یعنی گروهای شیعه و سنی رو داره بر دوش خودش میکشه. 500,000 نفر از جمعیت موصل در روزهای اخیر به کردستان رفت، به طرف شهرهای اربیل و دهوک و جاهای دیگه رفت. بنابراین کردستان هم الان داره به شکلی ضرر میکنه با توجه به اینکه یک اقتصاد خیلی استواری داره، یک برنامه مشخصی داره،
یه سری آزادی های مشخصی داره، قابل مقایسه نیست با مناطق دیگه عراق. به همین خاطر این حرفی که ایشون میگه کاملا درسته، منتها سناریوی ایران و چیزی که ایران میخواد با این چیزی که آقای نیشتران داره مطرح میکنه کاملا متفاوته. ایران میخواد با زور آقای مالکی رو بر همه مردم عراق سوار کنه. آقای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی و جهان عرب، بسیار از شما سپاسگزارم. به این یه گزارش بود از رادیوی فرانسه. اما همطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم، این ماجرای ایران و نقش ایران، من ده ها بار راجع به این موضوع عرض دادم که ایران خیلی دلش میخواد که نقش آژان رو بازی کنه. اگر کسانی که برنامه ما رو دنبال کردن این جملات رو به کرات از من شنیدن که این نظام اهریمن مرتب پیغام و پسخام میفرسته که آقا ما رو بپذیر و هر کاری تو بگی ما برات انجام میدیم، هر کی میخوای بزنی ما لات و باچخور و بچه اونجاهاییم دیگه و از خونه های عفاف در اومدیم، بنابراین ما میتونیم، ما اینو به عهده ما بگذار، ما نقش اون باجگیره رو ما برات بازی میکنیم، حق ما رو محفوظ بدار. این یه موضوع کهنه است، یه موضوع جدید نیست، یه موضوع تازه نیست. اما واقعا در عراق چه اتفاقی داره میفته؟ به نظر من موضوع عراق بسیار بسیار موضوع مهمیه، همه دنیا راجعش دارن حرف میزنن، ولی به راستی راستی مهمه. اگه یاد باشه یک طرح آقای برنارد لوئیس بود که میگفتش که این منطقه رو باید تبدیل کنیم به کشورهای خورد خورد، کوچولو کوچولو که بشن دیگه کنترلشون آسونتره تا گله گنده باشن. و به حال اون طرح لورنت هم 99 سالش به پایان رسیده و اینا مدعی هستن که بایستی که یه مرزمندی جدیدی رو ایجاد بکنن. واقعا باید منتظر بود و دید که آیا عراق تبدیل به تکه پاره خواهد شد یا نه، یعنی اینکه این سه بخشی که از اول حرف تازه نیست، حرف کهنه است، از اول قرار بود که سه بخشیش کنه، کردستان رو برای کردستان نگه داره، شمار رو به سنی ها تحویل بدن و جنوب هم که انگلیسی ها از اول جنگ که وارد شدن یاد باشه در سال 2003 وقتی که نیروهای متفقین وارد جنگ با صدام شدن، انگلیسی ها رفتن و بیرق خودشون رو زدن توی بصره. و از جمله کارهایی که در اون دوران حرف زده شد و کسی جدی نگرفت بازی رو، یکیش مثلا این بودش که نیروهای آمریکایی میرفتن و میگرفتن اشرار و مخالفین و کسانی که در تقابل باشون بودن، اینا رو میگرفتن. علی خصوص در بصره این داستان چندین بار اتفاق افتاد و میوردن تحویل کلانتری میدادن که مسئولش انگلیسی ها بودن و انگلیسی ها اینا رو تحویل میگرفتن و بعد یه مدتی اینا رو رها میکردن و امروز آمریکایی ها برن ما شما رو ول میکنیم. یه جوری انگلیسی ها به خاطر اینکه خب منطقه رو میشناسن، تو منطقه زندگی کردن، بلدن، خودشون اصلا اینجا رو ساختن، وقتی که تقسیم بندی کردن منطقه شامات رو به کشورهای هاشمی، عراق و اردن و سوریه و همه رو تقسیم بندی کردن، خب اونجا سوریه و لبنان رو به فرانسوی ها دادن، بقیه رو انگلیسی ها برای خودشون نگه داشتن. و ایران الان یه چیزی که متاسفانه، یعنی از نظر من البته خوشبختانه است، برای اینکه این هرچی که از دشمن من کم بشه به نفع منه، اتفاقی که داره براش میفته این هستش که وادارش میکنن که هزینهشو ببرن بالا، یعنی هزینه مالی و هزینه جانیشو ببرن بالا، آدماشو میزنن و هزینهم به دستش میذارن. و من بازم اعتقاد دارم که تمام این کثافتهایی که اینا درست کردن در طول این سالها، اینا بر میگرده و اینا سرازیر میشه داخل ایران، نه به این شکلی که در عراق وجود دارد، به خاطر اینکه ساختارش متفاوته. و من به این داستان باور دارم که هر کشوری، هر منطقه‌ای برای خودش اون فرهنگ و یا اون زیر ساختای خودشو داره. این در کشورهای متمدن مدرن اروپایی هم همین صادق است. مثلا دانمارک با آلمان فرق میکنه، سوئد با دانمارک متفاوته، نروژ با سوئد متفاوته، هر کدومشون اون
فرهنگ و زیر ساختهای فرهنگی خودشونو دارن، بنابراین هیچ کنونشون مثل هم نیستن، نمیشود از این نتیجه گرفت که اون دیگری هم همینطور خواهد شد. ولی اعتقادم بر این هستش که نوع ساختار و بافت فرهنگی قبیلهی که در عراق وجود داره با ساخت فرهنگ و قبیلهی که در ایران وجود داره دو ساخت متفاوت هست. بنابراین اتفاقی که توی عراق به این شیوه میفته در ایران نمیفته، ولی ما شاهد آثارش خواهیم بود، یعنی اینکه ما چنین چیزی رو لمس خواهیم کرد، داخل ایران یه چنین مسئلهی رو میبینیم. آقای عبدالرحمن الراشد، سردبیر الشرق الاوسط، رئیس آقای نوریزاده، مطلبی رو داره تحت عنوان ایرانی ها از عرب ها نفرت دارن یا اسلام، و اجازه بده که این رو برگردونم، برای اینکه این نیست. مطلبی که من میخواستم بهش اشاره کنم مطلب دیگری است از آقای عبدالرحمن الراشد، و موضوع این رو قبلا برات گفتم، تصانه اشتباه باز کردم. قیام کنندگان عراق، داعش، بعثی یا اشاعر. می نویسد که در اوائل سال 2012 بر سر دستاوردهای انقلاب سوریه بحثی درباره داعش و گروه النصره در گرفت. همون دوره ای که گفتیم 2000 نفر یه مرتبه از زندان ابو غریب رفتن، فرار کردن، و ما همون قوه بودیم آقا اگه در سینما تعطیل بشه 300 نفر سال سینما بیان بیرون، خب شلوغ میشه، محله شلوغ میشه، ترافیک درست میشه، 2000 تا آدم چجوری حتی تو زندان در رفتن، هیچ اتفاقی هم نفته، هیچ که هم نفهمید. حالا ای حاله، میگوید در اوایل سال 2012 بسط دستاوردهای انقلاب سوریه بحثی درباره داعش و گروه النصره در گرفت. برخی وجود این دو گروه را نفی میکردند، اما اکثریت گمان میکردند که این دو گروه از گروه های ملیگرای سوریه با گفتمانی اسلامی هستند و ارتباطی با القاعده تروریست ندارند. برخی نیز میگفتند این گروه ها مشکوک هستند و در کنار نظام خواهند ایستاد، نظامی که سابقه حمایت از تشکیلات مشابه را در عراق و لبنان دارد. این بحث بیش از نیم سال ادامه یافت تا در نهایت برای همگان آشکار شد که اینها بخشی از القاعده هستند و با ترساندن اقلیت در سوریه و اعلام دشمنی با قدرت‌های جهانی به رژیم این کشور یعنی بشار اسد خدمت کردند. آنها با ارتش آزاد در بخشایی که فتح کرده جنگیدند. پیش از این القاعده به رهبری از زرقاوی همین سیاست را در عراق پیش گرفته بود و توانسته بود خواستهای خود را با خواستهای نیروهای ملیگرا در هم آمیزد. من بارها توضیح دادم که باور خودم رو میگم، دلیلی هم برش ندارم. اگر فردا بیای من بگی یا کاغذت کو، من هیچ کاغذی ندارم به شما نشون بدم، ولی وقتی صحنه رو نگاه میکنی، به تصویر نگاه میکنی و اون داده ها رو میچینی کنار هم، پردازشش آن میشود که این نیروها به وسیله دو تا جریان فاسد که در منطقه هر دو هم فاسدن، هر دو هم مذهبی هستن، هیچ کدومش هم به نفع ملتاشون نیستن، یکی دولت عربستان است، یکی دولت اهریمنان حاکم بر ایران است، و یک وسط هم یک محور وجود دارد که اونم هیچی نیست الا دولت یهود، دولت اسرائیل. این من اینو از این به بعد اشاره خواهم کرد، به خاطر اینکه یاد بگیرن دوستان ما آقای میبودی، آقای نوریزاده، یادشون باشه که کشور میتواند دموکراسی باشد ولی سکولار نباشد، میتواند کشور سکولار باشد ولی دموکرات نباشد. این که اصرار میکنیم بر این کلمه سکولار دموکراسی، یکی از دلایل اصلیش همینه. مثلا شما در کشور اسرائیل شما به راستی دموکراسی رو میبینی، در اونجا دموکراسی وجود دارد ولی سکولار نیست، او به دنبال برقراری دولت یهود است. شما به من نگی که فردا که نخیر آقا اونجا در اونجا
نمیدونم در پارلمانش در کنز نماینده عرب ها هم هستن. اگه بگیم من فوری به شما پاسخ خواهم داد که بله در ایران اسلامی فاسد ها هم نمایندگان کلیمی، نمایندگان زرتشتی، نمایندگان مسیحی ها، آشوری ها همه هستن. ولی وقتی میری با نماینده یهودی ها صحبت میکنی، با نماینده کلیمی ها ایران صحبت میکنی، فوش میده به دولت اسرائیل، میگی زنده باد آقای خمینی. این که اینجوری نیستش که، این که نماینده اونا نیست که. فقط بدانی که میتواند دموکراسی باشد ولی سکولار نباشد. وقتی سکولار نباشد یعنی تبعیض وجود دارد، یعنی یه جای اون دموکراسی لنگ میزنه. دموکراسی اصل ریشش در عدالت است، در برابری است، همه از یک امکان برخوردار باشن، تبعیض وجود نداشته باشن. این توی پرانتز برای اون عزیزان و بزرگان ما. و بازم توضیح دادم که میگه که خب این تصاویر رو دیدی، حسن روحانی، این مردک دلغک کلیدساز امنیتی، قاتل، جنایتکار، دزد، پلید، اهریمن، میگه که شما اون عکس ها رو ببینید آقا، این روزا ببینید چقدر دوباره شروع کردن یه سری عکس بیرون دادن، یه سری دوباره ویدیو بیرون دادن. آقا اینجوری میخوای؟ خب طبیعتا همه میگن نه، ما نمیخوایم یه گروهی بیاد سر ببره، نمیدونم این کار بکنه اون کار. هیچ آدم عاقلی، هیچ عقل سلیمی چنین چیزی را نمیخواد. در هر کی بپرسی میگه نه آقا من که هم چیزی میخوام. میگه اگه نمیخوای پس بنابراین منو حمایت کن، من اون وقت نمیذارم همچه اتفاقی بیفته. گفتم هم عربستان سعودی به عنوان یک خادمین حرمین شریفین، یک اسلام سلفی وهابی، یه اسلام بر خودش قرائت خاص خودشو داره، این یکی هم شیعه اثناعشری ولایت فقیه قرائت خاص خودشو داره، و بنابراین این دوتا نیرو در اونجا تلاش میکنن که از این نیروهای خردپا استفاده بکنن در جهت مساله و مطامع خودشون. بنابراین هم الان یه دست افسرای ارتش آزاد سوریه استعفا کردن. از یارو سرنگی میپرسن آقا برای چی تو استعفا کردی؟ میگه آقا برای اینکه اینا ما بریم بهشون میگیم آقا اسلحه ما بدیم، یهو میبینیم اسلحه رو برده داده به داعش. و به توضیح دادم که اگر دقت بکنی میبینی که این داعشی ها آدمایی هستن که الان دیگه صاحب هلیکوپتر هم هستن، اسلحه مدرن رو بلده، بره بشینه پشت اسلحه مدرن مشکل نداره که این دگمه چیه اون دگمه کدام است، میدونه. این یه جا تعلیم دیده، یه جا ترین شده، یه جا آموزش دیده. افسران عراقی هستن. بنابراین جمهوری اسلامی همه اینا رو حمایت میکنه، هدایت میکنه، پول بهشون میده، پول در اختیارشون میذاره، و برای اینکه از وحشیگری اینا به نفع خودش استفاده کنه و اسد رو بتونه سرپا نگه داره، که فعلا سرپا نگه داشته است. بنابراین آقای عبدالرحمن الراشد می نویسد که تا در نهایت برای همگان آشکار شد که اینها بخشی از القاعده هستند و با ترساندن اقلیت‌ها در سوریه و اعلام دشمنی با قدرت‌های جهانی به رژیم این کشور خدمت کردن، یعنی اینکه به نفع جمهوری اسلامی عمل کردن. آنها با ارتش آزاد در بخشایی که فتح کرده جنگیدن. پیش از این القاعده به رهبری از زرقاوی همین سیاست را در عراق پیش گرفته بود و توانسته بود خواسته های خود را با خواسته های نیروهای ملیگرا در هم آمیزد. مفتی سنی ها در عراق بیدرنگ گامی پیش گذاشت. او به صراحت داعش را گروهی تروریستی توصیف کرد و به این ترتیب جنگجویان بعثی، نظامی های قدیمی و عشایر را از این گروه جدا کرد. در حقیقت از زمان جنگ کویت دیگر حزبی به نام بعث یا افرادی به عنوان بعثی باقی نمانده است. اینها نام های قدیمی هستند که سنی های خشمین عراق را زیر چتر خود جمع می کنند.
پیش از این جنرال پتراوس این حقیقت رو دریافته بود. او دریافت که دستبندی سنی ها مسئله قدیمی است، چرا که اوضاع سیاسی تغییر کرده است. پس سیاست های خود را بر این پایه نهاده، همکاری با اشعار الانبار را آغاز کرد، اشعاری که با او همپیمان شده به جنگ علیه القاعده پیوسته. او همچنین شماری از سیاستمداران اپوزیسیون عراقی را به بازگشت به بغداد متقاعد کرد. داستان پول دادن یادتون هست که پول میدادن؟ بنازم که گفت بر سر سنگ نهی نرم شود. اما بحران کنونی با تحسن‌های مسالمت‌آمیز ماه دسامبر گذشته در الانبار آغاز شد و میدونی که این نظام فاسد نوکرایی را هم که برای خودش انتخاب میکنه از جنس خودش انتخاب میکنه، یعنی همون روش و منشی رو که نظام اهریمن در درون مرزهای ایران انجام داد به نوکر خودش در عراق، مرتیکه‌ای که لباس زیر زمانه هم جنس اون یالو لاجوردیه. من بازم تکرار میکنم که نفهمیدم چه خاصیتی داشت این لباس زیر زمانه فروختن با جنایت پیشگی، چون لاجوردی هم همین شغل داشت، این یارو مردم همین شغل داره، مالکی هم شغلش همین بوده قبل از این که رئیس جمهور بشه. عمق فاجعه رو اینجا درک میکنیم. همون روش و منش و کشدار و النصر به روب و بزن و معطل نکن و بکوبش و تو نطفه خفش کن و همین آدم انجام داد. و بعد ایشون می نویسه، عبدالرحمن الراشد می نویسه، اما بحران کنونی با تحسن‌های مسالمت‌آمیز ماه دسامبر گذشته در الانبار آغاز شد. تحسن هایی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت گرفت. در آن هنگام تحسن کنندگان 17 خواسته خود را اعلام کردند که عمده ترین آنها به مسائل امنیتی و قضایی می پردازند. آنها خواستار آزادی بازداشت شدگان، توقف اعدام ها و دست کشیدن از پیگرد های گسترده بودند. این خواسته ها را بسیاری درک کردند. از جمله رهبران شیعی همچون مقتدا صدر و عمار حکیم. اما مالکی به جای مذاکره با آنها یا ترکشان در چادرهایی که برکار کرده بودند به حماقتی بزرگ دست زد و کندوی زنبورها را شکست. نیروهای بسیار را برای دستگیری احمد الوانی نماینده منتخب پارلمان و منتسب به عشیره بزرگ گسیل داشت. برادر او نیز در این عملیات کشته شد، اقدامی که نقض آشکار قانون اساسی به حساب می رفت، به شمار می رفت. الوانی همچنان در بازداشت است. از آن روز تا کنون استال الانبار همچنان شعله‌ور است و زبانه می کشد. اما اتهام داعش و القاعده چیست؟ حقیقت این است که این دو تشکیلات در استان الانبار حضور دارند. اما از زمانی که عشایر از صحوه یا شورای بیداری آنها را در هم کوبیدند، ترجیح دادند که پنهان شوند. ماجرای از صحوه فصل مهمی از تاریخ جنگ گذشته است. عبدالستار ابوریشه ائتلاف عشایر سنی عرب را تأسیس و شورای نجات الانبار را پایگذاری کرد. این تشکیلات طی یک سال القاعده را که در استانهای سنی مستقر شده و نیروهای آمریکایی سالها نتوانستند در هم بشکنند در هم کوبید. در سال 2007 القاعده موفق به ترور عبدالستار ابوریشه شد. ائتلاف عشایر تا زمان تحویل قدرت از سوی آمریکا به مالکی به کار خود ادامه داد. مالکی نیز به دلایل مذهبی کمک دولتی به هزاران نفر که به ائتلاف پیوسته بودند و به بخشی از ارتش عراق تبدیل شده بودند را متوقف کرد. از اینجا داستان شیعه سنی رو خودش کلید میزنه، تبعیض رو آغاز میکنه. در چنین خلایی داعش بار دیگر متولد شد، با شورشیان و اشعار مسلح هم پیمان شد و به جنگ با نیروهای مالکی برخاست. یه مطلب از کجا سردن میاره اینا؟ دو تا ماجرا که بیشتر وجود نداره، عربستان و ایران، و هر دو اینا رو حمایت میکنن.
تغذیهشون میکنه در جهت مطامع خودشون. مالکی نیز به دلایل مذهبی کمک دولتی به هزاران نفر که به ائتلاف پیوسته بودند و به بخشی از ارتش عراق تبدیل شده بودند را متوقف کرد. در چنین خلایی داعش بار دیگر متولد شد، با شورشیان و عشایر مسلح همپیمان شد و به جنگ با نیروهای مالکی برخاست. مالکی به جای مذاکره با عشایر، نیروهایش اقدام به ویران کردن فلوجه و آواره کردن ده‌ها هزار نفر شد. با این وجود در سرکوب داعش و عشایر شکست خوردن. گروه های زنبور هم برای انتقام از مالکی بیرون آمده، هر کجا که توانستن نیروهای مالکی را تعقیب کرده با آنها ضربه زدن. میشنوین این خبرها رو، اون موقع مرتب میشنیدی که مثلا یه رئیس اداره امنیت خونه فلانجا، معاونش نمیدونم فلان سربازجو رو اینا پیدا میکردن تو خیابون میزدنشون. روز چهارشنبه گذشته عراقی ها با خبر سقوط موسل و دیگر شهرهای استان نینوا از خواب بیدار شدند. روز پس از آن تکریت و بخش بزرگی از استان صلاح‌الدین نیز سقوط کرد. اکنون گروه های مسلح در اطراف بغداد اردو زدند. نیروهای قیام کننده از نظامی های سابق و افراد عشایر در حال حاضر اکثریت را تشکیل می دهند. اما در این حال داعش نیز وجود دارد و در آینده به یکی از معضلات انقلابیون عراق و همپیمانان حتمی مالکی تبدیل خواهد شد. این مسئله رویدادهای سوریه را به یادمان می‌اندازد که اکنون سه بازیگر اصلی در آن حضور دارند: نیروهای اسد و همپیمانان ایرانیش، ارتش آزاد و همپیمانانش و تروریست‌های گروه النصره و داعش. عراق هم به چنین وضعی مبتلا خواهد شد. حضور داعش واقعیت بزرگ در تنش‌های عراق را تغییر نمی‌دهد. نکته مهمی. حضور داعش واقعیت بزرگ در تنش‌های عراق را تغییر نمی‌دهد. یک سوم جمعیت را نظام به دلایل مذهبی و سیاسی تنبیه می‌کند. پس به طور طبیعی قیام می‌کند و همچون عشایر و دیگر گروه‌های مسلح علیه آن خواهند بود. القاعده نیز شیوه نفوذ در چنین شرایطی را آموخته، شرایطی که نمود آن وجود جامعه خشمگین و خلأ سیاسی بزرگ، همان گونه که در افغانستان و سوریه روی داد. اما باید به یاد بیاوریم که القاعده و تشکیلاتش با خواسته های مردم خشمگین عراق همساز نیست، بلکه آنها را همچون نظام مرتد از دین میداند. نوری مالکی به خطر داعش و القاعده دامن زد. مالکی همچون بشار اسد آماده است برای بقای خود در رأس قدرت دست به کشتار بزند. عراق برای چشیدن طعم ثبات باید از مالکی و القاعده رها شود. و فردا سخن را ادامه خواهم داد درباره ایران و دخالت در عراق. بنابراین همونطور که به عرض رسوندن، این نظام اهریمن در هر کجایی که حضور داشته باشه صرفا از همین سیستم استفاده میکنه و وای به روزی که این برگرده به داخل ایران. این کثافت ها سرازیش به داخل ایران. و ترکیه هم میگه سفارت یا کنسولگری خودشو در بصره تعطیل کرد. کمتر کسی میداند که رهبر کنونی حزب بصره یک شیعه مذهب از اهالی شهر حله است که خواهان سقوط دولت مالکی در این کشور میباشد. دکتر خزیر المرشدی دبیر کل حزب بصره است. وی در مناسبت‌های مختلف این حزب را نمایندگی کرده است. در حال حاضر وی با بسیاری از اعضای این حزب در میدان نبرد عراق بر ضد دولت مالکی حضور دارد. اولین نتیجه نبرد سقوط موسل، دومین شهر بزرگ عراق پس از بغداد بود. طی روزهای گذشته المرشدی صدای خود را به گوش بینندگان و شنوندگان تلویزیون‌های العربیه و الحدث رساند. وی
خود را در این پیام دبیر کل جبهه ملی قومی و اسلامی عراق معرفی کرد. وی افزود این جبهه از نیروهای حزب بعض، نیروهای وطن پرست محلی و دیگر گروه‌های اسلامی تشکیل شده است. اما هسته اصلی این جبهه را حزب بعض تشکیل می‌دهد. دکتر المرشدی گفت از کودکی عضو حزب بعض بوده و همیشه در صفوف آن به رغم سقوطش از قدرت و پراکندگی اعضای حضور داشته و هرگز آن را ترک نکرده است. شهر هله شهری شیعه نشین در مرکز استان بابل عراق است که در 100 کیلومتری جنوب بغداد واقع است و بیش از 500,000 جمعیت دارد. این شهر خوانندگان مشهوری مانند سعدالحلی و شذی حزون را به جامعه هنری عراق و جهان عرب تقدیم کرده. المرشدی در همین شهر متولد و بزرگ شده و پس از آن که در رشته پزشکی تحصیل کرد دوباره به آنجا برگشته و زندگی کرده است. المرشدی در تمام عمرش به عنوان یکی از وفادارترین اعضای این حزب باقی ماند. در زندگی نامه وی چنین آمده است: خضیر وحید حسین المرشدی 60 سال پیش در شهر هله متولد شد و ازدواج کرد و 3 پسر دارد. شغل وی پزشکی و متخصص خون و غدد است. مدرک خود را در 2 مرحله گرفته است. لیسانس پزشکی را از دانشگاه موسل، مدرک دکترا را از آمریکا گرفته است. پس از بازگشت از آمریکا در سال 86 در هله شهر محل تولدش 4 سال اقامت کرد. پس از آن 4 سال دیگر در استان کربلا و 4 سال بعدی را در استان بابل مشغول به کار شد. در 5 سال آخر دوره حکومت صدام حسین استاد دانشگاه بغداد شد. پس از سقوط حکومت صدام به دمشق رفت و در دانشگاه آن شهر تدریس کرد. برای اکثر اعضای حزب بعث کار سیاسی و تشکیلاتی بر شغل حرفه‌ای ارجحیت دارد. به همین دلیل وی در مرحله اول به مدت 6 سال ریاست اتحادیه پزشکان بابل و سپس مدت 5 سال معاون رئیس اتحادیه پزشکان عراق را تا زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 به عهده داشت. از لحاظ سیاسی دکتر المرشدی در حزب بعث ترقی کرد و از سال 96 تا سال 2000 نماینده مجلس ملی عراق هم بود. به رغم اینکه شغل حرفه‌ای وی پزشکی بود، اما بعد از سقوط صدام با تصویب قانونی در عراق که اعضای حزب بعث را از خدمات دولتی منع می‌کرد، مانند هزاران عضو نظامی و غیر نظامی دیگر این حزب از کار در عراق محروم شد. پس از آن وی مخالفت سیاسی خود با دولت جدید عراق را آغاز کرد. در آن هنگام سوریه به کاترا و رهبری حزب بعث عراق پناهندگی می‌داد. به علت فعالیت‌های سیاسی پس از سال 2003 دولت عراق حکم بازداشت وی را صادر کرد و در سفری به لبنان پلیس این کشور المرشدی را دستگیر کرد. اما دادگاه لبنان به علت نبود اتهامات واقعی وی را آزاد کرد. دادگاه لبنان دلیل آزادی او را ناکامی دولت عراق در ارائه اتهامی واقعی اعلام کرد. امروز اعلامیه‌ای که به عشیره وی المرشده نسبت داده شده این قبیله وی را طرد کرده و خانه دستگیری او شده است. اما این بیانیه را هیچ کس از افراد عشیره رد یا تایید نمی کند. با توجه به سالها مخالفت وی با نظام جدید در عراق، نتیجه فعالیت های او از دست دادن 1/3 کشور توسط دولت مالکی است. اینم وضعیت در حقیقت عراق است و تازه این داستان در حقیقت داره شکل خودش رو به خودش میگیره. باید منتظر بود و دید و آثار سوءش رو در ایران مشاهده کرد. کردها مالکی را مسبب وضعیت کشورشان میدارن. و ایران هم مرتب در این شرایط داره به همه میگه که من میتوانم در حقیقت کلید حل معما باشم. و یه نکته دیگه در مورد این وضعیت کنفرانس اتمیشون برات بگم که آقای ویلیام برنز خودش مستقیما این بار وارد شده و داره صحبت میکنه و ما بعد رسوندیم که این آقای برنز مدتی پیش در عمان مملکت سلطان قابوس اونجا با
علایدین بروجردی و عده دیگه از اوباش خامنه ای سوای مسئله ظریف و دولت روم در پنهان مذاکره کردن و خواستن که بفهمن که بالاخره خود این مرد که علی روزخون چلاغ ابله این چه نقشی رو بازی میکنه و طرح هدفشون چیست. و به حال آقای برنز هم در وین هست و داره گفتگو میکنه با این گروه. اما آقای عرفانی، کوروش عرفانی، مطلبی رو داره تحت عنوان رابطه قیام مردم عراق و گروه داعش. از بده که اینو با هم بخوانیم و نظر آقای عرفانی رو در این داستان جویا بشیم و ببینیم که ایشون چی فکر میکنه. او می نویسد که وقایع اخیر عراق می رود که صفحه از تاریخ این کشور را رقم زنم. در ورای رویدادها و خبرهای ضرورت نگاهی عمیق به آنچه می گذرد و به دست آوردن تصویری دقیق از رخدادها ضرورت یافته است. دستگاه های تبلیغاتی رژیم های فاقد صلاحیت مانند رژیم ایران در تلاش هستند روایت های یک جانبه از موضوعات ارائه دهند. اما باید اسیر تبلیغات و جو روانی به پا شده نگشت و با واقع بینی و جستجو به تحلیل موضوعات نشست. این نوشتار تلاشی است برای باز کردن برخی از وجوه این ماجرای پیچیده. نخست باید اشاره کنیم که محدود کردن فهم موضوع عراق با آنچه فقط در این کشور می‌گذرد باعث ضعف دستگاه تحلیلی ما می‌شود. بنابراین بهتر است قبل از آن که به سراغ جزئیات مورد اخیر عراق برویم یک نگاه کلی به برخی از تلاش ها برای باز تعریف نقشه خاورمیانه و سمت‌دهی آن به سوی شکل خاصی از روابط سیاسی، جغرافیایی، قومی، مذهبی بیاندازیم. بستر فراعراقی، موضوع عراق. نخستین نکته این که باید دانست این وقایع در یک کشور جنگ زده می گذرد. کشوری که از سال 1981 تا کنون در جنگش 8 سال با ایران، سپس با تصرف کویت، جنگ اول خلیج فارس، 13 سال محاصره و کشمکش، اشغال نظامی در سال 2003 و سپس 8 سال زد و خورد با اشغالگران و بعد نیز 3 سال جنگ داخلی. عراق کشوری است با 2 میلیون کشته، میلیون ها زخمی و یتیم و آواره و بی همسر، زیر ساخت های نابود شده، اقتصاد فروپاشیده، ساختار اجتماعی به شدت آسیب دیده و یک ساختار سیاسی متزلزل و غیر دموکراتیک. از عراق چیز زیادی جز نفت های زیر زمین آن باقی نمانده است که اینو خیلی بهتر از ایران ازش استفاده میکنه. عراق همین لحظه آقای فانی بالای 3 میلیون و خورده 3 میلیون 400 هزار بشکه نفت در روز تولید میکنه میفسه. حتی کار به اونجا میرسه که ایران یه مقدار از نفت رو قاچاقی وارد عراق میکنه، از طریق عراق میفروشه. بنابراین اون ساختارهای اون کشورها که بر اساس نفت هستن کار میکنه، زیر ساختش همچین از بین نرفته، ولی ساختار اجتماعی به شدت آسیب دیده، یه ساختار سیاسی متزلزل و غیر دموکراتیکه. اینا همه درسته، ولی اقتصاد فروپاشیده رو نمیدونم، ما به راحتی از این لغت استفاده میکنیم. همین لحظه شما میدونی که تو عراق خیلی ثروت این مافیای برادران قاچاقچی اونجا کار میکنه، از هتل گرفته، از مردشوخونه های این کجاست سرقبراغه هاشون، از طلافروشی، صرافی، جایی که همش پول نقد حرکت میکنه، حواسه به این باش. و تولیت اون سرقبراغه ها رو این برادران قاچاقچی دارن، یعنی پول عظیمی اونجا میچرخه برای اقتصاد ایران. این هم یادتون باشه، برای همین اون یاروها داعشی گفت ما حالا بریم به اون سمت، ما کار زیاد داریم.
در سال 2003 ایالات متحده آمریکا، یا به طور مشخص‌تر بگوییم تیم نومحافظه‌کاران در کاخ سفید، با ایده اجرای طرح خاورمیانه بزرگ وارد این کشور شد. طرح خاورمیانه بزرگ بخش آمریکایی طرح اسرائیل بزرگ بود. بر اساس این طرح اخیر، اسرائیل آینده در برگیرنده تمام خاک فلسطین، بخشایی از سوریه، لبنان، مصر و حتی اردن خواهد بود. برای تحقق آن و تبدیل اسرائیل به ابرقدرت منطقه پیشبینی شده است که کشورهای بزرگ خاورمیانه تجزیه و بالکانیزه شوند. وجود اسرائیل بزرگ در گروه خاورمیانه با کشورهای کوچک است، کشورهایی که به دلیل کوچکی خود قدرتی ندارند و در جنگ‌های محلی و منطقه‌ای نیروی انسانی و مادی خود را هدر می‌دهند. این کشورهای کوچک باید دارای دولت‌های ضعیف و غیر دموکراتیک یا همان دولت کلنگی باشند که توانایی ابراز وجود در مقابل اسرائیل بزرگ و حامیان آمریکا را نداشته باشند. دولت آمریکا به دنبال ماجرای 11 سپتامبر با لشکرکشی به افغانستان، بعد عراق و سپس با عدم بهره‌وری از توان سیاسی یا نظامی خود در سوریه، خواسته یا ناخواسته در مسیر کلنگی کردن دولت‌های خاورمیانه و نیز بالکانیزه کردن آن پیش می‌رود. من ترجمه از آقای عرفانی که چرا از کلمات گنجی استفاده می‌کنه. این کلمات چیزی که وقتی من می‌شنوم به راستی مشمئز می‌شوم. ازت استدعا می‌کنم آقای عرفانی این کلمات اون رو به کار نبر. کلنگی، بالکانیزه، اینا کلمات این یارو مرد است. آدم فاسد. دخالت نظامی آمریکا شانس تحول دموکراتیک خودجوش در عراق و افغانستان را به حداقل رسانده و این احتمال هست که نوبت ایران هم در این میان برسد. مکانیزم هایی که در این فرایند عمل می کنند بسیار پیچیده هستند، اما چنانچه موقعیت کنونی عراق نشان می دهد، وقتی بستر مناسب برای نابود کردن زمینه‌سازی دموکراسی فراهم شد، جریان‌های تند و رادیکال شکل می‌گیرند و به سهم خود در دور کردن جامعه از هر گونه شانس دموکراسی و نیز استقرار رادیکالیسم مذهبی خشن و خونین نقش ایفا می‌کنند. با تشریح مورد کنونی عراق می‌توانیم ببینیم چگونه بنیان‌هایی که کشورهای مانند آمریکا و اسرائیل با طرح‌های جا طلبانه خود در منطقه می‌افکنند، بعد 10 سال یا بیشتر آثار خود را بروز می‌دهند. در سال 2003 و با اشغال سرزمین عراق، جریان‌های مخالف اشغالگری شروع به مبارزه با نیروهای آمریکایی و متحدان آنها کردند. یعنی عراق سناریوی قابل پیش‌بینی. در میان سنی‌های مذهبی عراق، تشکل‌های ضد اشغالگری و از جمله تشکلی به نام دولت اسلامی عراق آغاز به مبارزه کرد. این گروه هم به آمریکایی‌ها حمله می‌کرد، هم به محلات شیعه نشین عراق. رهبری دولت اسلامی عراق در آن زمان در دست یک اردنی به نام ابو مصعب الزرقاوی بود. این درست هدف جمهوری اسلامی بود. درست در جهت مطامع جمهوری اسلامی هایی که هم نیروی آمریکایی رو میزد برای اینکه بی‌ثباتی رو میخواست. این تو دعوا زنده میمونه، تو شرایط عادی که میمیره. که فردی که چهره خود را با بیرحمی به صف رسانده، این کار رو میکرد. در مورد ما یادمونه که اخباری وجود داشت در همون دوره کوتاه مرسی، در دوره پیش از مرسی، در دوره انقلاب در مصر، که اینا میرفتن و با همین نیروهای اخوانی میرفتن، با شکل و شمایل القاعده ها میرفتن تو مریضخونه ها و مسیحی ها رو میکشتن و این عکس ها رو بیرون میدادن. من گفتم ببین اینا اومدن و این برای جامعه اروپا خیلی سخته، نمیتونه تحمل کنه. حرمتی ها رو زدن، همین بازی رو تکرار میکنه. یه پترنه، یه بازیه. برای اونو درگیر کنه، اونو بکشه تو ماجرا، بکشه پشت خودش، بگه اگه من بیام جلوی اینو میگیرم. حالی کو شنوا و کو این کرفا که
بماند، چون اینا باید تکرار بشن، این حرفا باید مرتباً از طریق تمام رسانه‌های فارسی زبان تکرار بشن. ولی شما نگاه بکنید به این رسانه‌ها، ببینید غرق چه موضوعات بیخودی هستن، چه جامعه رو در جهت خاص جمهوری اسلامی به پسیویز بکشه، به بیخیالی، همه شدن بیخیال دموکرات. تا ولشون میکنی از دموکراسی حرف میزنن ولی بیخیالن. ما به اینا میگیم بیخیال دموکرات. افرادی که چهره خود را با بیرحمی به سقف رسانده و در برخی ویدیوها در حال بریدن سر گروگان‌های خارجی ظاهر می‌شود، همین کار را الان داره می‌کنه، این همین رفتار را الان می‌کنه. خشونتگرایی وی مورد توجه اسامه بن لادن رهبر القاعده قرار گرفت. نزدیکی این دو جریان آمریکا را نگران کرد و برای دستگیری او مبلغ 25 میلیون دلار تعیین کرد. ابو مصعب از زرقاوی در 8 جون 2006 در طی یک حمله موشکی آمریکا کشته شد. در حالی که مرگ وی گروه دولت اسلامی عراق را تضعیف می‌کند، ژنرال دیوید پتراوس با تکنیک خریداری وفاداری برخی قبایل سنی با دلار آنها را تجهیز کرد تا در قالب واحدهای شبه نظامی در مقابل تشکیلات وابسته به القاعده و جریان‌های مانند دولت اسلامی عراق ایستاده و مقاومت کنند، که اون یارو رهبرشون اون جوونه بودش که گفت اسمش ابو ریشه، که اونو کشتنش، اون ایستاد پولا رو از این میگرفت، از آمریکایی‌ها میبرد بین اشاعره تقسیم میکرد، پول میداد و میگفت بیاید این ور پول هست، امکانات هست، بچه‌تون میفرستون خارج، فلان از این حرفا، و اینا رو وصله پول تطمیعشون میکرد. مردمانی که یه روزگاری وقتی به تاریخشون نگاه میکنی واقعا آدم خون باید گریه کنه. به مردمان ایران نگاه میکنیم، به ماجرای مشروطه نگاه میکنیم، به ماجرای قیام ها و انقلاباتی که در اونجاها صورت گرفت نگاه میکنیم، تلاش هایی که کردن نگاه میکنیم و وضعیت امروزشون، آدم واقعا باید خون گریه کنه. این تاکتیک، یعنی تاکتیک آقای پتراس، تا حدی موثر واقع شد، اما تنها چند ماهی پس از مرگ ابو مصعب الزرقاوی است که فرد دیگری به نام ابو عمر البغدادی جای وی را میگیرد، هموست که به نام شاهزاده ایمان لقب میگیرد. در همان سال است که اسامه بن لادن برای کسب اطمینان از تبعیت رهبر جدید گروه دولت اسلامی عراق به خود، از او و همه مبارزین مسلمان عراق میخواهد که به او بپیوند. در مورد اینکه ابو عمر البغدادی چنین میکند یا خیر جای تردید است. در 19 آوریل 2010 در یک عملیات مشترک ابو عمر البغدادی به دست نیروهای آمریکای عراقی کشته شد. در فاصله 2007 تا 2010 که وی شانس آشنایی با یک مفتی سنی مذهب اهل سامره را پیدا میکند، فردی به نام ابو بکر البغدادی. به گفته وی برخی منابع نام واقعی او را ابراهیم بدری از سامره ای می باشد. او متولد سامره بود و در دانشکده الهیات بغداد تا مقطع دکترای علوم اسلامی و فقه آموخته و سپس به عنوان مفتی مذهبی شهر فلوجه شروع به کار کرد. می دونید که امروز هم اعلام کردن که آمریکایی‌ها که اون فرمانده عملیاتی که در بنغازی حمله کرد به سفارت آمریکا و باعث قتل سفیر آمریکا شد، اون رو و اون فضاحتی که به وجود اومد و اینا، امروز زنده اون رو دستگیر کردن. همین ماجرا مرتب داره تکرار میشه، منتها اینا رو ما هر روشون رد میشیم، روشون تحمل نمی کنیم، روشون نمیستیم، فکر نمی کنیم که چجوری اتفاق میفته، چجوری اون یارو رو زنده دستگیر کردن، کجا بود که اون یارو رو زنده دستگیر کرد. نه او دلش میخواد به ما بگه و نه ما اصلا میلی داریم که بریم بپرسیم. وی در زمان تجاوز آمریکا به عراق مدتی نیز بازداشت شد و پس از آزادی از زندان است که مواضع رادیکال را اتخاذ کرد و با تشکیل یک گروه نظامی مذهبی
به مبارزه علیه نیروهای اشغالگر روی آورده است. به نظر می رسد آنچه آمریکایی ها بر سر شهر فلوجه، یکی از پایگاه های مقاومت سنی ها و بعثی ها در مقابل نیروهای آمریکا آوردن، در این تصمیم گیری ابو بکر البغدادی بی تاثیر نبود. عامل آشنایی ابو عمر البغدادی و ابو بکر البغدادی یک سرهنگ سابق ارتش صدام به نام حاجی سمیر معروف به حاجی بکر بوده است. او فردی است که علاوه بر فراهم کردن این آشنایی به ابو بکر البغدادی یاری می‌دهد که پس از کشته شدن ابو عمر البغدادی بتواند رهبری دولت اسلامی عراق را به عهده گیرد. با اینکه سرهنگ حاجی بکر بعدها کشته می شود، اما ابو بکر البغدادی خود را به عنوان یک استراتژ ماهر معرفی می کند. با درک این نکته که ممکن است مقاومت مسلحانه در عراق به ایستایی گراید، او سوریه را محل مناسبی به رشد و توسعه این نوع از مبارزه تشخیص می دهد. وی برخی از نیروهای خود را به داخل سوریه می فرستد تا آنجا جبهه النصره را تأسیس کند و بر علیه نیروهای بشار اسد بجنگد. در ژانویه 2013 جبهه النصره در صحنه مبارزاتی سوریه مستقر شد. اینا با اون گروه اسمش چی بود؟ شبیهه النصره و شبیهه، اینا یک گروه بودن، لباس شخصی ها. اینا رو باید آقای عرفانی اینا رو باید بهش اشاره کنی، باید نقش نظام فاسد رو بگی. ما هیچ مسئولیتی در این دنیا نداریم الا حرکت در جهت افشا و رسوا کردن نظام اهریمن و سرنگونی، سرانجام براندازیش، انحلالش، به زیر کشیدنش. ما از هر فرصتی باید استفاده کنیم اینو برای مردم تعریف کنیم، تبیین کنیم برای مردم. شبیه و النصره یک گروه هم، هر دوشون از طریق جمهوری اسلامی تغذیه و تأمین می شدن. فرماندهشون یکی بود، قاسم سلیمانی. خود داعشی بیروز گفت که آقا تو به ما کلک زدی، حالا که ما کلک زدیم ما برمیگردیم تو رود. هیچکی بهش اشاره نمیکنه، هیچکی دقت نمیکنه. شبیه و النصره اینا همه یکی هست و علیه نیروهای بشار اسد بجنگه ظاهرا، ولی رفته بودن در جهت تخریب. هر جا که اونا میخواستن پیش برن اینا لو میدادن، اولا بعدم میزدنشون، از پشت میزدنشون. چقدر درگیری از پشت داره اونجا. در ژانویه 2013 جبهه النصره در صحنه مبارزاتی سوریه مستقر شده است. در ماه آوریل ابوبکر البغدادی تصمیم میگیرد که این دو جریان را با هم یکی ساخته و تشکلی به نام دولت اسلامی عراق و شام داعش را تأسیس کند. اما جبهه النصره که در این فاصله درگیر مسئله سوریه است را نمی‌پذیرد. به همین خاطر هر دو جریان به عنوان تشکل‌های جدا از هم به عملیات علیه رژیم بشار اسد می‌پردازند. اما شرایط به گونه‌ای متحول می‌شود که در نهایت از ژانویه 2014 دو جریان جبهه النصره و دولت اسلامی عراق و شام با هم به جنگی خونین و پرتلفات می‌پردازند. شرایط به گونه‌ای متحول میشه یعنی چی؟ اینی که ساعت رو که میبینیم که رو موج میزنه، خب اینا همه میبینن. بعد به بستر بروی، در اونجا موانع رو تعریف کنی، یعنی چه مانعی وجود دارد در اون زیر که در این ساعت این هیاهوست، این موج است. این کنار رودخونه هر کی بشینه خب میبینه دیگه، میبینه بالا رفت پایین اومد زد شکست فلان، اینا رو میبینه. همه که هر کی کنار رودخونه باشه اینو میبینه. عوامل عللش کدام است؟ عللش چیه؟ تو باید دنبال اون علله باشی. ببخشید تلفنتون قطع شد. عللش رو پیدا بکنیم، ببینیم به چه علت این اتفاق افتاد، چطور شد که اینطوری شد، چطور شد که اینا به جنگ خونین با هم
و پرتلفات میپردازن. چرا این اتفاق؟ بسیاری از تصاویری که همین یک در اینترنت پخش شده و نفرات داعش رو در حال کشتن دیگران نشان میدن مربوط به تصویر حساب‌های خونی بین این دو جریانه. مبارزین سوریه‌ای که در ابتدا از حضور نیروهای دولت اسلامی را در کنار خود خوشحال بودند، بعدها به دلیل خشونت طلبی و افراطی‌گری بیش از حد در این جریان از آن فاصله گرفته و حضور آن را در سوریه برای مبارزه خیش منفی و مضر قلمداد می‌کردند. نه رفیق، این همونیه که اون مرد عبدالرحمن راشد گفت. اول که اومدن گفتن اینا نیروهای ملی هستند که قرائتی مذهبی دارن، ملی مذهبی هستند در حقیقت. اینا نیروهای ملی هستن، به دروغ، یه تصویر دروغ ازش داده بود بیرون. با این همه داعش که از ناکامی های مبارزات خیش در عراق درس گرفته است، با دیدی بسیار بدبینانه با سایر جریان های مبارز سوری برخورد کرد و باور دارد که همه آنها دیر یا زود برای او اقدام خواهند کرد. در عراق تشکیل جوخه های نظامی سنی و عشیره‌ای در سال 2008 با تشویق مالی ارتش آمریکا و به فرمان جنرال پتراوس ضربه مهمی به تشکیلات دولت اسلامی عراق و نفوذ آن در کشور عراق وارد کرد. داعش و جبهه النصرت داره یک نقطه اشتراک هستن و آن این که هر دو مرزهای کنونی عراق و سوریه را مصنوعی و استعماری دانسته و خواهان تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی در منطقه هستن، همون قرارداد لورند که آقای ساسان روز بهش اشاره کرد. اما تفاوت آنها در این است که جبهه النصره از حمایت دولت‌های مانند قطر یا ترکیه برخورداره. این نکته هم دوباره در مورد این داستان بهتون بگم که خیلی جالبه که قطر که تا پیروز اینور وایساده بود، الان 3 روزه 4 روزه که رفته پشت عربستان سعودی. این رفاقت میگه نداره، منافع داره. این معناش اینجا میفهمی، گفت در عالم سیاست رفیق نیست، منافع است و چه مشترک است. قطر تا پیروز حرف نمیزد، 3 روز 4 روز الان رفته پشت عربستان. برای این که میداند که همون گونه ای که کرده اومده جلو تو موسل اومده جلو میگه من گرفتم مال من 300 کیلو اومدم جلو تا پس 300 کیلو مرز من اضافه پس نمیره، ایران هم اگه بره اون تو موفق بشه پس نمیره، نمیاد بیرون که. برای چی باید بیاد بیرون؟ عربستان از این داستان ناراحته، مقابله میکنه باش، میچرخونه. تو 500 دلار میدی به افغان بره به جنگ، من 700 بهت میدم بی پیش من 800 بهش بده، 100 دلار از طرف قطر انعام بده 800 بهش بده، میدوه میاد. چرا نمیاد؟ اسمش گوشته دنیای پست مدرن. همه آرمان ها رو زیر پا گذاشتیم، آرمان شد اخ. در حالی که انسان باید آرمان داشته باشه، انسان بدون آرمان معنی نداره. به تو تعریف کرد که آرمانگرا خیلی بد است، انقلاب چیز بدیه. خودش از درون انقلابش به سرانجام رسیده، به تو که میرسه میگه انقلاب نکنی، انقلاب بده. مرتبا در حال انقلابه، در حال تحوله، در حال منقلب شدن. به من تو که میرسه میگه این کار بده. ویژگی های موقعیت داعش. داعش و جبهه النصره دارای یک نقطه اشتراک هستند و آن این که هر دو مرزهای کنونی عراق و سوریه را مصنوعی و استعماری دانسته و خواهان تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی در منطقه است. اما تفاوت آنها در این است که جبهه النصره از حمایت دولت های مانند قطر یا ترکیه برخوردند، حالان که داعش در ظاهر حمایت مالی دولتی را با خود ندارد. یعنی به طور عمده توسط کمک‌های مالی ثروتمندان اشاعره سنی مذهب عراقی و نیز برخی از میلیونرهای عرب منطقه مانند کویت مورد حمایت قرار می‌گیرد. نه،
نه کویتی در کار نیست، کویت خودش در شرایط فعلی شرایط وحشت زده است، به خاطر طول مرزش با عراق مستقر کرده. میدونی که نزدیک 3-4 هزار نیروی آمریکایی اونجا هستن توی کویت. کویت خودش الان مسئله داره، کویت داخل نمیشه تو این بازی، نگران وضعیتش. میگه اگه اینا اومدن و اینا خواستن شیعیان بیان، راشون ندیم تو. داعش آرمان خود را فرامرزی معرفی کرده و همین دلیل هم بیشتر از جبهه النصره جنبه بین المللی به خود گرفته. امروز بسیاری از جوانان اسلامگرای سراسر جهان به سوریه و عراق میان. این یه مشکل عظیمه که از اروپا، از آمریکا جوانایی که تازه مسلمان شدن، اونا همه بردارن میرن اون سمتی. روزم برات گفتم که این به جایی که نشسته پای این یارو تیوی گیمش زده زده، حالا میگه راستی راستی برم اونجا. علی خصوص کسانی که حالا دو پاسپورتی هن و یا کسانی که اخیراً کانورت شدن به دینشون، تغییر دادن به دین اسلام، مشرف شده به دین نجس اسلام. نفوذ این جریان به حدی است که به گفته برخی ناظرین و متحلیلگران بر روی نفوذ القاعده سایه افکنده است. کم نیستن کسانی که بر این باورند جوانان رادیکال اسلامگرا در فرانسه و بلژیک و آلمان دیگر جذب گفتمان ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده و جانشین اسامه بن لادن نمیشن. آنها گرایش بیشتری به گفتمان ابوبکر البغدادی که جوانتر، نوگراتر و رادیکالتر است نشان میدن. بیشتر جوانان اروپایی امروز سوریه یا عراق و داعش را به مبارزه در افغانستان و پاکستان و جنگیدن در کنار طالبان ترجیح میدن. این روند چنان اعتماد به نفسی به ابوبکر البغدادی داده که القاعده و رهبران را به چالش دربیده و حتی از امین الظواهری خواسته تا به او و تشکیلاتش بپیوندد. در پاسخ به آن نیز ظواهری به داعش و رهبران توصیه کرده که با رادیکالیسم بالای خود مبارزه مردم سوریه را تخریب نکنند و نیروهای خود را برای نبرد در عراق به کار گیرند. القاعده حتی تا این مرز پیش رفته است که جبهه النصره در سوریه را بخشی از شبکه خود معرفی کرده. القاعده پدیده داعش را به گفته خود به چشم یک فتنه در جبهه اسلام می‌داند و آن را بدترین مورد از تاریخ ابتدای اسلام تا کنون معرفی میکنه. برای القاعده رفتار داعش معادل به زیر بردن بیعت است. روابط داعش و سنی های عراق، مطلبی از آقای کوروش عرفانی. اما دولت اسلامی عراق به مرور زمان روابط خود را با محافل سنی عراق که در طول سالهای گذشته مورد ستم دولت شیعه‌گرای مالکی قرار گرفته بودند بهبود بخشیده و آنها را به خود نزدیک و خود را در میان آنان تا حدی قابل پذیرش کرده. لیکن چیزی که شاید بیش از هر مورد دیگری به داعش کمک کرده که موقعیت برتر امروز را در عراق بیابد، همراهی بعثی‌های سابق، طرفداران صدام حسین و به ویژه افسران اخراجی ارتش عراق بودند. این نیروها امروز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با داعش در حرکت علیه حکومت مرکزی عراق همراهی میکنند. در حال حاضر کسی که عملیات نظامی داعش را رهبری میکند کسی نیست جز ابو عبدالرحمن البیداوی، از افسران ارتش صدام حسین، معاون وی ابو علی الانواری نیز از ارتش سابق عراق است و یا کسی که توسط قیام کنندگان کنونی به عنوان استاندار یا والی استان الانبار برگزیده شده نیز یک سرهنگ سابق ارتش صدام است. یکی از فرماندهان اصلی شورشیان فعلی ابو مسلم الترکمانی یکی از بعثی‌های شناخته شده است. حتی در سوریه نیز بعثی‌ها حضور دارند، به نفعی که فرماندار منطقه آزاد شده دیر الزور فردی است به نام صدام الجمال که یکی از بعثی ها می باشد. آنچه به داعش اجازه داده است خود را در عراق بازسازی کرده و در قیام کنونی سنی ها نقش محوری را ایفا کند، همان عملکرد دولت نوری مالکی است که با الهام حتی خط گرفتن از رژیم تهران روش های انحصارگرایی در قدرت سیاسی را سال هاست که در عراق پیاده می کند. همان فردی که با تشکیل جوخه های مرگ در دفتر نخست وزیری عراق به شکار آزادی خواهان و مخالفین دولت خود و شکنجه و آزار و قتل آنها اقدام کرد.
شیعیان به دلیل بهره‌بری از این موقعیت چندان مشکلی با حکومت المالکی ندارند. هرچند که در میان آنان نیز نارضایتی کم نبوده و افرادی مانند مقتدا صدر وی را تأیید نمی‌کند. کردها نیز به خاطر برخورداری از خودمختاری با المالکی مسئله زیادی ندارند، در میان اما سنی مذهب‌های عراقی قربانی نخست می‌باشند. محروم شدن از دخالت در امور سیاسی، سهمگیری از قدرت سیاسی برای آنان هرچه بیشتر غیر قابل تحمل شده. نه، من بازم با این تحلیل آقای عرفانی ذره مشکل دارم. بنابراین من باورم به این است که شیعیان هم از این شرایط ناراضی هستند. به داستان عراق و داستان گفتیم که در همون دوره قاسم و انقلاب و اینا، شیعیان اومدن یه دوره 45 تا سیت داشتن در شورای انقلاب، 45 عضو داشتن در شورای انقلاب. بعد از ماجرای قاسم و مرگ قاسم و اینا دیگه اینا رو گشتن کنار، برای اینا عقده شده. درنچه با سقوط صدام حسین شیعیان اومدن و قدرت رو به دست گرفتن، ولی رفتار سبوانهی که نظام اهریمن اینی که اینا دارن شعار میدن، شعار دل مردم عراق به من و تو میده، فوش به من و تو میده. دولت اینا صفوی، نمیدونم پش از امشیش بزن، همون حرف فوش فضیعت هایی که دور صدام میده دوباره داره میده، مردم هم امرایش میکنن، شیعه سنی ندارن. این نظام فاسد، این اهریمن در هر کجا که رفته بساط اهریمنی پهن کرده، تبعیض رو دائر کرده. بنابراین من با این تیکه بحث شما یا تحلیل شما مشکل دارم. من فکر نمی کنم که شیعیان هم از این شرایط فعلی راضی باشن. در این میان انتخابات پرمسئله اخیر عراق و باز انتخاب المالکی برای 4 ساله سوم خود قطره آبی بود که کاسه صبر سنی ها را لبریز کرد. اتحادی که المالکی روی آن تاکید داشت آنقدر بیپایه بود که وی نتوانست حتی نیروهای متحد خویش را در پارلمان گرد آورد تا وضعیت اضطراری کند. فرماندهان ارتش عراق هم با استعفا و فرار خود نشان دادند که کمترین باوری به این سیاستمدار نزدیک به بیت رهبری در ایران ندارد. در پس داعش و حضور آن در صحنه امروز درگیری‌ها در عراق، عصیان سنی مذهب‌ها و عشایر محروم از مشارکت سیاسی در کشور در کشورداری نهفته است. این شکلی از قیام مردمی است، اما در بستر کشوری که 34 سال از جز جنگ ندیده است. قیام در سرزمینی که ساختارهای چهارگانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرنگیان اصلا پاشیده و ویران شده است. انتظار قیام مدنی در آن غیر واقعی است. بیپایگی دولت کنونی را میتوان به وضوح دید. فروپاشی سریع ارتش کنونی عراق در مقابل مهاجمان بی ریشه بودن دولت مالکی را به خوبی به نمایش گذاشت. این همان ارتشی است که 3 جنگ را بدون فروپاشی از سر گذرانده بود و تنها پس از هجوم آمریکا و انحلال آن بود که از میان رفت. دورنمای موضوع: آنچه در عراق شروع شده است نمیتواند بدون ایجاد تغییری جدی در ساختار سیاسی این کشور به پایان رسد. 2 سناریو قابل تحمل است. سناریوی نخست، پیشروی سنی مذهبان شیعه‌بعثی ها عشایر داعش به سوی بغداد و تصرف آن و فروپاشاندن دولت مرکزی است که سبب عقب نشینی شیعیان در جنوب عراق و تقسیم نخست عملی و بعد علنی و رسمی کشور به 3 منطقه است که در نهایت از آن 3 کشور مستقل کوچک و ضعیف و در حال جنگ را بیرون خواهد کشید. این همان مصداق سناریوی کلنگی سازی دولت‌های خاورمیانه و نیز تبدیل کشورهای بزرگ به کشورهایی است که حرفی برای گرفتن در مقابل ابرقدرت اسرائیل بزرگ را ندارد و به تنهایی نیز نمیتواند نقش مهمی را در مسائل رویدادهای جهان و منطقه ایفا کند. این سناریوی سیاه به ویژه ممکن است با دخالت ناروای نظامی آمریکا یا ایران و یا دخالت ورزی‌های نامشروع عربستان سعودی در شرایط کنونی تقویت شود. جالب این که 2 کشوری که در شکل‌گیری این وضعیت تباه برای عراق نقش داشتند، علی‌رغم تمام اختلافات خود حاضر شدند در این زمینه امکان همکاری را بررسی کنند: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا.
اگه دولت مالکی با حمایت رژیم ایران یا آمریکا زبان سرکوب نظامی حرکت کنونی را در پیش گیرد، بیشک عراق در یک جنگ داخلی طولانی فرو خواهد و در انتهای آن کشتار و تخریب و آوارگی و تجزیه کشور خواهد. سناریوی دوم اما برمیگردد به اینکه این قیام سبب عقب نشینی باند المالکی و نیروهای وابسته به رژیم ایران در ساختار سیاسی عراق شود و راه را برای تقسیم واقعی و دموکراتیک قدرت میان سنی ها، شیعیان و کردها باز کند و از این طریق ضمن حفظ وحدت ملی عراق زمینه برای استقرار یک دموکراسی به صورت تدریجی و دراز مدت باز شود. این امر مستلزم باز شدن صحنه سیاسی عراق به روی تمام نیروهای آماده شرکت در یک انتخابات واقعی باشد. بدیهی است که ارتباط این سناریو را با حل و فصل موضوع سوریه نیز باید در نظر داشته باشیم. محال است که خاورمیانه بدون دموکراسی رنگ صلح به خود ببیند. پایان جنگ هم در عراق و هم در سوریه در گرو آغاز روندهای واقعی دموکراسی سازی در این کشورها با اتکا به نیروهای ملی و مردمی است. سناریوی دوم اما کابوس دیکتاتورهای منطقه مانند ایران و عربستان سعودی است. یک عراق دموکراتیک و از آن هم فراتر یک سوریه دموکراتیک بدترین شکل قابل تصور برای رژیم ایران است. برای جمهوری اسلامی حفظ بشار اسد در سوریه مهم نیست، حفظ رژیم استبدادی در سوریه مهم است. نگه داشتن نوری مالکی در عراق اهمیت ندارد، حمایت از یک حاکمیت ضد دموکراتیک مهم است. به همین خاطر می توان فهمید که عربده کشی های کیهان شریعت مدار و نیز فرماندهان سپاه و اعزام قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق حکایت از وحشت رژیم ایران از سقوط دیکتاتوری شیعه المالکی در این کشور دارد. رژیم مایل است که با ایجاد وحشت از خشونت تشکیلاتی سنی های عراق مردم این کشور و منطقه را به پذیرش خشونت دولتی شیعیان عراق وادارد. رژیم ایران میداند که دیکتاتوریش در کنار یک عراق دموکراتیک جایی ندارد. به عنوان نتیجه گیری، تجربه داعش در عراق دو درس مشخص برای ایران دارد. نخست تصور این که حضور و دخالت نیروهای بیگانه بتواند برای ایران فردا دموکراسی به بار آورد، به خصوص اگر قرار باشد این دخالت ورزی ها در راستای استراتژی های مخربی مانند پیاده سازی تر کلنگی سازی دولت های خاورمیانه و زمین سازی تحقق اسرائیل بزرگ باشد. دومی که بقای یک رژیم دیکتاتوری و عملکردان همیشه در یک کشور زمین ساز رشد افرادگرایی قومی، مذهبی و منطقه‌ای است. حکومت‌های استبدادی با محروم ساختن لایه‌های مختلف جامعه از آزادی سیاسی و حق انتخاب و مشارکت، آنها را در معرض ایده‌ها و تشکل‌های اهل افراطی‌گری و انتقام‌کشی قرار می‌دهند. عملکرد رژیم ایران در 3.5 گذشته این گرایش‌ها را در استان‌های مانند آذربایجان، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان دامن زده است. این واقعیتی است انکارناپذیر که باید به آن پرداخت. در هر جامعه‌ای که مکانیزم‌های دموکراتیک و عقلانی برای شرکت در فرایندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی نادیده گرفته شود، زمینه برای افراط‌گرایی و رادیکالیسم فراهم می‌آید. داعش و تشکیلاتی از این دست علت شرایط نابسامان عراق و سوریه نیستند، معلول عملکرد استبدادی حاکمیت‌های مستقر بر این کشورها از یک سو و دخالتگری‌های طمع‌ورزانه قدرت‌های بیگانه از سوی دیگر هستند. با بهره‌گیری از این تجربه ملت همسایه خود می‌توانیم درک کنیم که چگونه با انفعال خود در مقابل تداوم استبداد سالاری رژیم جمهوری اسلامی آینده کشورمان را در معرض زیر سوال رفتن وحدت ملی و تمامیت ارضی آن قرار داده این. و آقای کوروش عرفانی این مطلب رو نوشته بود که به عرض رساندم.
بله، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید که احمد ابو حتاله رهبر گروه مسلحی که در سپتامبر سال 2012 به کنسولگری آمریکا حمل کرد را بازداشت کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون او روز یکشنبه 15 جون در یک عملیات سری در لیبی دستگیر شد و اکنون در مکانی هم در خارج از خاک لیبی نگهداری می شود. پنتاگون گفته است که در عملیات مذکور هیچ غیر نظامی کشته نشده و تمام ماموران آمریکایی که در عملیات شرکت داشتند سالم از لیبی خارج شدند. گروه مسلح مذکور روز 11 سپتامبر سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله کرد و آنجا را به آتش کشید. کریس استیونز سفیر وقت آمریکا در لیبی و 3 تن از کارکنان آمریکایی کنسولگری در این حمله کشته شدند. دولت آمریکا ابتدا این حمله را به تظاهرکنندگان خشمگینانه مربوط دانست که علیه یک فیلم توهین‌آمیز نسبت به مقدسات اسلامی در مقابل کنسولگری بود، اما تحقیقات بعدی نشان داد که این یک حمله نظامی برنامه‌ریزی شده بوده است و اینم نمیگه. بازم ببینی که نمیگه که چرا، چگونه، چجوری اینو گرفتن، از کجا گرفتن، چطوری شد که گرفتنش، هیچ بحثی راجع به اینا نیست. هیچ کس نمیداند که چگونه این اتفاق افتاد. بله، عرضم به حضور شما که بذار این رو ببینیم که آقای علیرضای کیانی برامون چه مطلبی فرستاد. بفهمی شما بفهمی. الو آقای ایبانی، درود بر شما. درود بر شما عزیز دل. بفهمی مرکم هستم از تورنتو. آقای مسعود از تورنتو، بفهمید آقای مسعود. آقای ایبانی اگه میشه از آقای علیرضا نوری‌زاده دعوت کنید در رابطه با این مسائل عراق و ایران، آگاهی زیادی داره. امروز در برنامه که با آقای نوری داشتن، آقای نوری علام بودن، تمام واقعیت رو گفت. یعنی من کمتر چیزی رو میبینم که این چیزها رو بگه، که مثلا اون یادتون میاد ویدیوها رو میومد از توی سوریه که جیگر یا بابا رو میخوردن یا سر بابا رو میبریدن، یادتون میاد ویدیوها؟ بله. بعد خب بچه رسول هم گفت نکنی اینا رو بدش بیرون، این ویدیو رو بد بیرون. گفت نگاه کنید دنیا، من دارم اینا میخوام بیان، شما میخواد با من چیکار کنید؟ یعنی خودش یه چیز به صلاح مسئولی درست کرد، بمبای میزش توی دمش مردم عادی رو بیدو. یعنی دقیقا فقط من قصد من از این تلفن به شما اینه که آمین میزاده رو دعوت بیار کنید. تو تمام واقعیت هم دیگه، حتی آقای نوریزاده گفت من از این چیز آگاهی ندارم. واقعیت هم با چیزی دیگه نگفت. مثلا در این رابطه نوریزاده من طرفدار سرسختش نیستم، ولی وقتی اخبار رو نگاه میکنم توی اینترنت، توی یوتیوب، توی فیسبوک و صحبتها رو همه رو میگیرم، میبینم واقعا این آگاهی داره، مطالعه میکنه. یعنی که
کیفیت که دنبالش میره. درست. اگه میاد برامات میره دنبالش و پیدا میکنه جریانو که خیلی وعدی آقا مفتش های ایرانی اصلا نمیدونه من دنیا دسته کیه. حالا میان میگن یه دیگه گروه بلند شده داره میاد اراغ میبرد میره همین گل دنیا چی ها هستن یه دنیا ها یا تورو ها هستن یه دنیا میگن نه من نیمه تورو ها هم یکی میگه احتداله از درست نمیگن نه آقا آگه ندارید آگاهی ندارید نمیدونید نگید بسید این اصلا چی داره میدونه که این بسید امیر این رو درمیاره بسید این بیاد بگه که مردم ایران رو آگاه بشن که جیران دست چی جیران چیه. آقا درود بر شما و خیلی ممنون از این که من اجازه دادید من صحبت کنم. ممنونم از شما. سپاسگزارم که زنگ زدید. مرسی. ای شما هم مثل آقای نوریزاده بیننده برنامه ما باشید یقینا شما هم به این مسائل اشراف پیدا خواهید کرد. ولی ممنونم ازم. تلاش کنید که بیننده برنامه ما باشید و ما این مطالب رو فکر کنم زودتر گفتیم، خیلی زودتر از این که چیست. البته که آقای نوریزاده به خاطر حافظه قویی که داره و میتواند این داستانا رو پشت سر هم بنشیند بنشاند در حقیقت خب میتونه یک سناریوی شسته رفته تری رو تحویل بده. بنده به خاطر اینکه اون هوش و استعداد رو ندارم فاقد اون مطلب هستم. حق جانبی شماست. اما آقای علیرضا کیانی می نویسد عرق‌خوران ولایی، میگه بگذارید بحث را با یک پرسش کلید بزنم. آیا کسی میتواند هوادار آوازخانی مانند شکیرا باشد، مدل مو لباسهایش کاملا غربی باشد، بلی پرچم جمهوری اسلامی را در صفحه فیسبوک خیش به نمایش بگذارد یا برای حسن روحانی و حسن خمینی جملات عاشقانه بگوید؟ این مسئله است که در بین بدنه جوان هوادار اصلاح طلبان ظهور و بروز بالایی دارد و پس از انتخاب روحانی نیز شدت گرفته. البته در بد و عم مسئله متناقض به نظر می رسد. حمایت از جمهوری اسلامی با زیست به سبک غربی نمی خواند. اما شاید بتوان این تناقض را با یک تحلیل نسبتا قدیمی ولی همیشه موجود حل کرد. در واقع آنها احتمالاً به ما می گویند اگر نیروهای میان روی نظام تقویت شوند می توانند در فضای نسبتا آزادانه تری زندگی کنند. تحلیل در خور توجهی است، اما مسئله این است که اساسا این تحلیل یه تحلیل کارکردی است. یعنی این تحلیل نیروهای میانه رو را به مثابه ابزاری برای تنفس می‌خواهد. پس این وسط نرد عشق باختن با آنها دیگر چیست؟ می‌شود مصداق همان گزاره مشهور که پس از انتخاب آقای روحانی در فضای مجازی مطرح شد، یعنی ما بین بد و بدتر بد را انتخاب می‌کنیم و آنگاه شیفته بد میشویم، را مطرح کرد. ضمن اینکه تحلیل کلان دیگری که تحلیل بارا را هم به چالش میکشد این است که رویکردهای انقباضی در مسئله آزادی‌های اجتماعی مگر به اراده قوه مجریه و نهادهای شبه انتخابی نظام پدید آمدند که با اراده نهادها از بین برود؟ در این مسئله احمدی نژاد و روحانی چندان تفاوتی ندارد. نه اینکه نگرش این دو یکیست، بلکه از این لحاظ که در این حوزه عملا از آنها کاری ساخته نیست. نیروی انتظامی نهادی زیر نظر رهبری نظام است و گشت ارشاد به عنوان سمبل رویکردهای سختگیرانه اجتماعی شاخه ای از کارکرد ارزوی پلیس برای برقراری تأمین امنیت اجتماعی است، آنگونه که خود میگوید. اینکه حسن روحانی شعارهای جوان پسند داد و از جمع کردن گشت ارشاد گفت و عفاف را برتر از حجاب دانست، سخنانی خوب بودند، اما تنها به کار خرید رأی آمدند. گشت ارشاد بعد از روی کار آمدن روحانی فعالتر شد. در فروردین امسال روحانی در یک سخنرانی از بی‌نیازی اهل فرهنگ به گشت ارشاد گفت. فردای آن روز علاوه بر اینکه نیروهای گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب مستقر شدند، بلکه امر رضای رادان فرمانده وقت پلیس تهران اعلام کرد که در ضرورت وجود گشت ارشاد با هیچ کس بحثی نداره.
در واقع مسئله نیست که روحانی به آزادی اجتماعی اعتقادی دارد یا نه، مسئله این است که رئیس جمهور دروغ میگوید. او خوب میداند که گشت ارشاد به اراده او و یکی مثل او فعال نشد که با اراده او و یکی رئیس جمهور دیگر تعطیل شود. درک این مسئله به گمان من نیاز به هوش سیاسی خیلی بالایی ندارد، اما همانطور که آمد نقطه پرسش کسانی هستند که سبک زندگی کاملا غربی دارند ولی با زیست در نظام غرب ستیزی چون جمهوری اسلامی انگار مشکلی ندارند و تنها هدفشان این است که نیروهای میانه رو بر سر کار باشند تا بتوانند از آنها به مثابه ضمانت اجرای آزادی های نیم بند خود بهره ببرند. اما پیدا نیست در نظامی که اصولاً بر مبنای ضدیت سیاسی فرنگی با غرب و سبک زندگی غربی بنا شده است و نهادهای بسیار قدرتمندی چون بیت رهبری، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، شورای نگهبان و غیره از این ضدیت حفاظت میکنند، چگونه میتوان به نیروهای میان روی تکیه کرد که یک در نگرششان به غرب چندان تفاوتی مبنایی با نیروهای تندرو ندارند و تنها در روش برخورد فرق میکنند، و دو کار چندانی از آنها و نهادهای مطبوع شبه انتخابی برای متوقف ساختن این محدودیت زیها ساخته نیست؟ پس پیوند زدن خواسته های مدرن و تجدد طلبانه فرنگی به حمایت سیاسی از نیروهای میان روی نظام مقدس مصداق گره زدن بر باد نیست؟ چگونه میتوان از نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی درون نظام انتظار کمک در حل مسئله حجاب اجباری را داشت وقتی سید محمد به عنوان سید و سالار اصلاح طلبان بی حجابی دختران را نشانه مطلوبی نمیداند؟ در وضعیت اغراق شده و کاریکاتوری مثل این میماند که شما یک موزیسین پاپ افغانستانی باشید اما در رژیم طالبان دنبال نیروهای میان رو بگردید تا بتوانید آزادانه فعالیت کنید، در حالی که مسئله این است که طالبان اساساً با موسیقی مشکل دارد. اینجاست که باید گفت سواد سیاسی داشتن صرفاً مطالعه آثار فیلسوفانی چون اشتراس و برلین و هابز نیست، بلکه مهمتر از آن در توانایی ادراک پیرامون شناخت مناسبات حقیقی قدرت در نظامی مانند جمهوری اسلامی است. البته شاید کسان اینها را می دانند و باز بر ایده هایشان پای فشاری می کنند، اما بهتر است بدانیم که اصل صداقت بر نمی تابد که در نهان و خلوت با ویسکی جانی واکر مست کنیم، اما در پیدا و جلوت در ضرورت حمایت از نظام مقدس بحث کنیم. شاید مخاطب این نوشته از نگارنده راه جایگزین و آلترناتیو بخواهد. پاسخ خیلی دم دستی و آماده‌ای ندارم، یا اگر هم هست نمیتوانم صورتبندی خیلی دقیقی از آنها بدم، اما در یک نکته شک ندارم: تا یک گفتمان ساخته نشود و کارگزارانی برای آن به وجود نیایند تا آن را به پیش ببرند، تغییری نیز به وجود نخواهد آمد. انقلاب اسلامی از زمستان 56 شروع شد و در بهمن 57 پیروز شد، اما گفتمان این انقلاب در اوائل دهه 40 بعد از مرگ بروجردی نوج گرفت، زمانی که خمینی دست به نقد تمامیت نظام پهلوی زد و شخص شاه را نشانه گرفت. گرچه باید نقش بسیار مهم یا حتی اساسی تری به تحولات اقتصادی سیاسی در توان تأثیرگذاریشان بر ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی داد، اما همچنین میتوان به ضرس قاطع ابراز داشت که علت لازم این تغییرات ساختاری در عرصه فرهنگ و اجتماع دیدگاهی است که تغییرات کلان را تجویز کند، نه راحل هایی که تنها به مثابه مسکرهای بی اثر یا کم اثری جلوه می کند که دردی را دوا نمی کند هیچ، بلکه با فعال کردن دینامیسم درونی نظام مقدس به پویایان کمک کرده عمرش را افزون می کند. در واقع خطای تحلیلی زمانی رخ می دهد که عناصر مفلوکی چون احمدی نژاد علت العلل بدبختی ها شمرده شود، نه به مسابه کارگزاران تاریخ مصرفدار.
وقتی دعوای سیاسی را در سطح جلیلی یا روحانی کاهش دهیم، از جمله مضراتش غافل شدن از گرانیگاه اصلی مشکلات ساختاری کشور است. چه نهاد و چه شخصی مطابق نص قانون اساسی حق تجویز سیاست‌های کلی و اصلی نظام مقدس را دارد و بلکه جدی از این فراتر از قانون هم عمل می‌کند؟ کمی دقت کنیم یا کمی دقت میتوان فهمید که سطح نبرد را باید بالاتر بود. به نظر من این رو میشه تو بحث عراق و داعش هم در حقیقت تعمیم داد. اینکه البغدادی کیه، ابوبکر، ابو احمد، اینا اصلا موضوعیت نداره برای من. من اصلا برام مهم نیست، فرقی نمیکنه از زرقاوی اونجا باشه یا البغدادی اونجا باشه. اصل ماجرا سیج آثارش کدام است؟ چه آثاری از اینجا میمانه؟ دنبال اون باید بگردی. سه نیرو در این جریان داره استفاده میکنه، یکی اسرائیل، یکی ایران، یکی عربستان سعودی. دارم بهت میگم که تا سه روز چهار روز پیش قطر میانو وایساده بود، حرف نمیزد. سه چهار روز شروع کرده رفته پشت عربستان، برای که دست اینو خونده. اون که جگر اون یارو رو میخوره خودش فیلمشو میگیره میذاره بیرون. اینه که خب چهار روز پیش برات گفتیم، میگه اینو میخوای؟ میگه نه. میگه پس منو حمایت کن. خودش اینو به وجود میاره. به همین دلیل میگه که ما 30 تا طالبانی رو گرفتیم، هیچ گفت ما 30 تا داعشی گرفتیم. و از اینا به دروغ میگه. مگه معاون وزارت امنیت خونهشون نگو ما 30 تا از نیروهای طالبان رو گرفتیم؟ طالبان با این یکی مخالفه. مخالف داعش رو گرفته، نه 30 تا موافق داعش رو. ولی اونجور به تو میفروشه، تو دیز زرورق میکنه بهت میده. وقتی میره خونه درشو وا میکنی میفهمی، بعد که آب از سر گذشت متوجه میشی. و لحظه هرچی فریاد ما میزنیم که گوش نمیدی، راه خودتو میری. میگه من 30 تا القاعده رو گرفتم، القاعده امروز مخالف داعشه. پس 30 تا مخالف داعشو گرفتی، نه 30 تا از داعشی ها رو. ایش گوش نمیده ازم. اینم فردا برات میگم. حلول روح صدام حسین در داعش. داعش توانست بدون جنگ و برخورد با کوچکترین مقاومتی استان نیروا را تسخیر کند و به سوی اهداف از پیش تعیین شده پیشروی کند. توضیح دادیم که این تو شهرهایی که از اون ور داره پیروز میشه. تو شهری که آدم نداشته باشه به سرعت اون شهر رو ترک میکنه، اصلا معطلش نمیکنه، هیچ منتظر داستان نمیمانه. گفتگوی اقتصادی صدای آمریکا با معاون نخست وزیر عراق. در حالی که رهبران ایران وعده دادند از دولت عراق در برابر حملات شبه نظامیان افراطی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش حمایت کنند، نیچوان بارزانی نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده برای مذاکره با مسئولان ایرانی به تهران رفت.
از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت آمریکا برای مذاکره با ایران درباره بحران کنونی عراق آماده است. در همین ارتباط برای بررسی بیشتر اوضاع عراق، علی جوانمردی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا با صالح المطلق معاون نخست وزیر عراق گفتگوی انجام داد که متن کامل آن به شرح زیر است. میپرسه که اوضاع عراق را در حال حاضر چگونه میتوان توصیف کرد؟ المطلق میگه که وضعیت عراق بسیار وخیم است. کشور با شرایط سختی روبرو شده. احتمال جنگ داخلی در بغداد و سایر مناطق مختلف کشور وجود دارد، به ویژه صورتی که تدابیر و یک راه حل فوری اتخاذ نشود. شما یه صحنه دیگر هم، یه وجه دیگه صحنه رو هم باید ببینید. یعنی شرایط که در سوریه هست، خب همین شرایط رو تو عراق برات ایجاد میکنیم. یعنی اون چیزی که میخواد از ایران میخواهد، بالا بردن هزینه مالی و هزینه نفریشه. این تو دستور کارشه، بالا بردن هزینه مالی برای ایران و هزینه نفری. خون بده، پول بده. این همون کاری که تو سوریه است، اینش برای تو عراق انجام شد. در حقیقت این یک قیام بزرگ مردمی است، نه اقدامی از طرف داعش به تنهایی. واکنش سنی ها به ستم زیادی است که از مدت ها پیش ادامه داشته است. ما بارها در این باره هشدار دادیم که ادامه ظلم و تبعیض انفجار مردم سنی را در پی خواهد داد و این انفجار رخ داد. شرایط کنونی پیش از اقدام نظامی نیازمند یک راه حل سیاسی فوری است. اقدام نظامی برخلاف مصالح عراق است و موجب بروز جنگ داخلی می شود، زیرا شبه نظامیان اکنون سلاح‌های ارتش را در دست دارند. ارتش پس از رویدادهای الانبار و موصل روحیه خود را از دست داده و زمان نیاز دارد تا بتواند روحیه خود را بازیابد. بعد از سالها آموزش و سپس تجهیز ارتش عراق توسط آمریکا، چرا این ارتش در عمل نمیتواند با شبه نظامیان مخالف مبارزه کند؟ المطلق میگه که ارتش عراق بر مبنای نادرستی ایجاد شد. ارتش از ابتدا ارتشی میهنی نبوده و با شهروندان عراقی تعاملی ملی و میهنی نداشته. فرماندهان ارتش فاسد هستند، مردم را بازداشت و اذیت کرده و با رشوه‌ها را آزاد میکردند. شهروندان تعامل این وضعیت را نداشتند. نخستین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شکل گرفت، ولی داعش به میان آمد. تظاهرات میلیونی مردم سنی یک سال جریان داشت، ولی بدون پاسخ گذاشتن مطالبات آنها راه دیگر و آن هم قیام مسلحانه را به دنبال داشت. این تحلیل نادرست است که همه گناه این وضعیت را به گردن داعش انداخت. داعش گروه تروریستی و نامحبوب در بین سنی ها و شیعه های عراق است. عراقیان نمیپذیرند گروهی مانند داعش بر آنها حاکم باشد، ولی ظلم و ستم دولت باعث سوء استفاده داعش شد. ظلم و ستم به داعش فرصت داد تا چنین شرایطی را ایجاد کند. اما آیا شما گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر حضور نیروهای سپاه قدس ایران در عراق را تایید میکنی و یا مدرکی در این باره میتوانید ارائه بدهید؟ هر مطلق میگه ایرانی‌ها به اشکال مختلف در عراق حضور دارند. نمیدانم در حال حاضر چه تعدادی از نیروهای ایرانی در عراق حضور دارند، ولی میدانم که ایران شبه نظامیان مجهز و آموزش دیده ای را از سال 2006 به عراق فرستاده که مردم را به قتل میرسانند. الان کل نیروی آن یونیفرم تو عراق هست. پس گفتم تحت قالب تلافروش، هتلدار، صراف، نمیدونم معقد متهم، معقد اون یکی رو نگه داریم، از این دنبال معقدهای ملت هم میگی به چی داری؟ میگم برو از معاون وزیر آموزش و پرورش ایران بپرس، اون به تو پاسخ میده. که مردم را به قتل برسن. امروز بدون حجب و حیا در داخل خیابان‌های عراق گهزنی کرده و تحت پوشش دولت عراق در بین مردم نفوذ کرده و آدمکشی می‌کنه.
تحرکات شبه نظامیان ایران تحت پوشش دولت عراق است. این وضعیتی خطرناک است که باید هرچه زودتر متوقف شود. هدف آنها اکنون مبارزه با داعش و سپس افشایش نقش این شبه نظامیان در عراق است. همینه که ما داریم چهار روز فریاد چی میزنیم، میگیم این وقتی بره تو پست نمیده، میشینه اونجا. همه هدفش اینه. به نظر شما در چنین شرایطی آمریکا چه نقشی میتواند داشته باشه؟ من معتقدم اساسا آمریکا میتواند عامل راه حل سیاسی در عراق باشه. وقتی نیروهای آمریکایی از عراق خارج میشدن گفتیم آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسئول عواقب خروج این نیروها، ولی اون مسئولیت عواقب خروج نیروهای آمریکایی رو نپذیرفت. بدون به توجه به عواقب خروج نظامیان آمریکا آنها را خارج کردند. حتی در واشنگتن را گفتیم که نباید نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند، ولی آنها از عراق خارج شدند و نیروهای ایرانی خلأ به وجود آمده را پر کردند. شبه نظامیان و احزاب فرقه گرا افزایش یافتند. اسلام سیاسی در عراق نمیتواند کشور را اداره کند. آمریکا و سایرین باید این را بدانند. عراق لازم است از طریق سکولار و دموکراتیک اداره شود. اسلام سیاسی چه شیعه و سنی کشور را با فاجعه مواجه میکنند، همان شرایطی که اکنون رخ داده است. آمریکا مسئول وضعیتی است که اکنون ایجاد شده و نباید تنها با حمله هوایی به اینجا و آنجا واکنش نشان دهد، بلکه به موازات آن لازم است راه‌های سیاسی را به کار گیرد. دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارد، این نظام فاسد رو بیندازد، کمک کند نفت نخره ازش، ببنده. بزنش. نظام فاسد اونجا فعال است. این نظام فاسد رو باید جلوش گرفت. باید حرکت کرد هر نیرویی که به سر کار بیاد. صدام حسین یک مملکتی رو درست کرده بود که مثل همه دیکتاتورها یه حکومت تبعیضگرا بود. تبعیض رو باید از بین ببری. تبعیض از بین بردن فقط از راه سکولار دموکراسی ممکن است، هیچ راه دیگری ندارد. سکولاریسم رفع تبعیض است در بستر دموکراسی. نگو دموکراسی توشون هست، توشون نیست. تبعیض امری است که این شرایط رو به وجود می آورد. تبعیضه که نمی گذارد دولت اسرائیل آرامش داشته باشه. تبعیضه اون، بلکه می خواد دولت یهود رو مستقر کنه، مثل اینکه می خواد دولت امام زمان رو مستقر کنه. چه فرقی می کنه؟ به حال پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. داستان پر اشک و آه است داستان. 6 سال برای عنصر میکنیم. شما برید این نامه رسول بوداغی رو دیروز خوندن رو بخون. برید تو سایت مردم ریپورت ببینید اوضاع احوال رو، بسنجید ببینید چی میکنن، چی میگن، چه این اتفاق داری میفته. خیلی برای من جالب بود دیروز رادیوی امراه گفتش که الان مسابقه فوتبال تموم شد، الان مفسرین میان برای شما تفسیر میکنن فوتبال رو. حتی آقای میبودی میان. آقای میبودی آقای فوتبال نمیتونه تفسیر کنه، قرار نیست آقای میبودی فوتبال تفسیر کنه. آقای میبودی شاعر خوبیه، گوینده خوبیه، صدای خوبم داره، اما مفسر فوتبال؟ یک سیاه بازی را انداخته. عشان گفته بودون دست این نیست که گشته ارشاد باشد نباشه، آن گشته ارشاد جد. تو چگاره ای؟ مصباح یزدی به روحانی بیان کرده نشخوار حرف اصلاح طلبان توسط برخی دولتی ها.
رفسنجانی دوباره در نماز جمعه، حالا فعلا صلاح نمیبینم بیایم. سعید جلیلی با دستور خامنه‌ای به عضویت شورای راهبردی روابط خارجه خارج. این وضعیت مردم سرکار داره فوتبال نشون میده، مردم رفتن فوتبال تماشا کنن. بیا نگاه کن، این دیگه آخرین پدیدشه کاوه نازنین گذاشته با جرسقی با بوم رفته بالا، دیشای ماورا تو آپارتمان مردم باز کن. اون یاری میگه آقای فلانی اینو گفت، مصباح یزدی اونو گفت، این یکی اینو گفت، اون خوبه این بده، سرکارت گذاشته یا عمر سرکاری. برپا خیز از جا کن ولا یک آخ دشمن. بریم فوتبال نگاه کنیم، الان بازار بازار فوتبالی هاست، همه مفسر فوتبال هست و جهان در آتش و وطنم در حالت احتضار، رو به مرگ، رو به موت است. بازم ممنونم، متشکرم از اونایی که ما را حمایت میکنن، ازشون صمیمانه تشکر میکنم. اگر برنامه ما را نگاه میکنی، اگر فکر میکنی برنامه ها خوب است و مناسب است، تلاش کن که اینا رو با دوستانت شیر کنید. از طریق فیسبوک، توییتر این برنامه ها رو شیر کنید، از طریق ایمیل لیستتون این برنامه ها رو شیر کنید، عضو فن پیج ما بشوید. این دیگه برای شما هزینه ندارد. دیدم که آقای جیلویز نامه داده بود که بله شما باید من فلان کنید و اما چی بخرید اینا، ما پخشت کنیم، وگرنه پخشت نمی کنیم. این همون داستانیست که از اول برای تعریف کرده بود. به هر حال میان تیوی رو از طریق میان تیوی دنبال کنید. ما روی تیوی باکس هستیم، از طریق تیوی باکس، از طریق سیستم روکو، از طریق تیونین رادیو، از طریق شاتکست، از همه راه های ممکنه ما در اختیار شما هستیم. از طریق آیفون و آیپد میتونید مستقیما بدون اپلیکیشن، هیچ اپلیکیشنی لازم نیست، همین صاف بزنی خودش جنسه، خودش اپلیکیشنه. بزن میان تیوی، میان تیوی باز میشه. میان تیوی رو بذار رو صفحت، رو فیوریتت نصبش کن، رو صفحه اولت میاد، رو صفحه اولت. مشاهده تلویزیون رو بزنید از طریق آیفون و آیپد، اونجا نوشته بزن آیفون و آیپد، اونجا پخش میکنه برات. بازم ازت ممنونم. ماه داره به پایان میرسه، به شدت نیازمند کمک مالی هستیم. در این زمینه به راستی ما را همراهی کنیم، مجددانه ازت میخوام که تو این زمینه به ما یاری برسانیم. ممنون و متشکرم. بریم سراغ آقای دکتر عطای انصاری نازنین و بعد هم همراه بشیم با تناز شهر خوب مونترال، آقای پیرگدای خراسانی. ممنونم از همه مهر و محبتتون. فردا برنامه را ساعت 11 با آقای ناصر امینی آغاز خواهیم کرد. متشکرم. مرسی.